سلام میکنم به شما دوستان عزیز، بینندگان خوب هر کجای دنیا که هستید، انشالله حالتون خوب و سرحال و به کیف. پای برنامه مادر بزرگ دات کام، کامپیوتر به زبان مادر بزرگان، نه فقط برای مادر بزرگان باشید. جواد صفارزاده هستم و این بارها گفتم این لوگوی برنامه که خودم نگاه میکنم بخندم، انشالله یه لبخندم به لب شما بذاره، چون میخوام برنامه با خنده و شادی شروع بشه، برای که هر کار رو انسان میتونه با شادی انجام بده، چون وقتی که شادی در کار باشه انرژی هست، وقتی انرژی باشه بازدهی کار بیشتر هستش. قبل از اینکه من بخوام نحوه ثبت نام در فیسبوک رو درس بدم، چند تا اندرز و نصیحت باید بهتون بکنم، هم به پدر مادرها و هم به جوانان. یک، به جوانان، شما که جلوی این فیسبوک میشینین یا اصلا جلوی کامپیوتر میشینین، چت میکنین، با این اون حرف میزنین، چه به صورت گفتاری چه به صورت نوشتاری، مخصوصا نوشتاری که اکثرا تو انجام میدید، شما اون طرف برنامه رو، اون طرف قضیه کار که شما باش صحبت میکنید رو نمیدونید کیه و چیه. وقت اگر که شما مثلا 14 سال عمرته، 15 سال عمرته، اون طرف میگه منم 14 سال 15 سالمه، این حتما درست نیست، مگه اینکه شما واقعا اون شخص بشناسینش. همین چند شب قبل من در یکی از تلویزیون‌های امریکا تماشا می‌کردم، برنامه گذاشتن و همین منظور. یعنی چی؟ یعنی اومدن کامپیوترهایی که چت می‌کنند رو به قول حالا ما می‌خوام بگیم هک کردن و این گفت‌وشنودها رو دنبال کردن و هر دو طرف رو تونستن تشخیص بدن. و بعد ببین چقدر جالب، ببین همیشه این تلویزیون ها بد هم نیستن، بعض از برنامه هاشون میتونه بسیار مفید و آموزنده باشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن بعد با همون مثلا فرض کن دختر اگر 13 ساله بوده، 14 ساله بوده یا زیر سن 18 سال مخصوصا بوده، مثلا پیداش کردن، صحبت کردن با پدرمادرش، صحبت کردن، بعد اومدن گفت و شنود رو طور صحبت کردن که این طرف گفته که مثلا خیلی خوب بیا، مثلا دختره گفته بیا خونه ما و با هم باشیم و با هم سکس داشته باشیم و از این داستان ها، و گذاشتن در اون طرف بیاد، در اون دخترم خودش نشون داد. این عین برنامه که من پریشب در تلویزیون دیدم، همه انواع اقسام آدم ها. بعد یکیشون که راننده یکی از این ماشین های 18 چرخ بود، خودش جای پسر 14 ساله جا زده بود. بعد که وارد شد اون خبرنگار باهاش صحبت کرد و اون طرف نمیدونست کیه و بگه آقا من خورتو زدی، اینو زدی، اون زدی. خلاص اول شروع کرد به هاشا کردن و بعد گفت آره، و گفتش خیلی خوب دیگه، قول بدی کارا نکنم. گفت چش دیگه، قول بدی کارا نکنم، کارم بد بوده. اما همین که از درخواست بره بیرون، چند تا پلیس فوری دستگیرش کردن و راهی اسکای پلیس و یا بعدم احتمالاً 100 درصد زندان. و چندین نفر رو همینطوری، پدر مادرها، شما وظیفتونه بلد باشین کامپیوتر. اگر بچه در خونه داریم، اگر بچه‌تون در خونه با کامپیوتر کار میکنه، شما موظفین که کامپیوتر بدونید. اگر شما کامپیوتر ندونید در خونه که بچه تو با کامپیوتر کار میکنه، شما به تمام زندگی بچه بی اهمیت بودید، یعنی براتون اصلا اهمیت نداره هر اتفاق برای بچه‌تون بیفته، دیگه بی خود زحمت چی میکشین اصلا، شما دیگه چرا کار دیگه واسش میکنید؟ میدونین چقدر بچه‌ها گمراه شدن از همین طریق؟ یکی از دخترای ایرانی خودمون از طریق همین اینترنت اومدن اصلا گم شده، هنوزم که هنوز گمه. خوشوات بدونید دارن چیکار میکنن. این فیسبوک، شما که میرین توی فیسبوک تمام زندگیتون رو می‌نویسین، آقا کی گفته این کارا رو همه رو بکنید؟ شما اگر میکنید، اگر عکس میدارید، اگر از خودتون میذارید، قسمتی داره که نوشته پرایوت، یعنی خصوصی بین کسی که میشناسید. من اکثر اوقات رفتم دوستا میگن او تمام عکسای خانوادگی چنین چنان عالم دنیا میدونه. خیلی کارا میشه با این عکسا کرد، خیلی کارا میشه با این عکسا کرد از طریق کامپیوتر.
خب شما پدر مادر برو تو فیسبوک بچه‌ت ببین بچه چی گذاشته، چی کار میکنه، با کی حرف میزنه، داستانش چیه. اینه که من اینقدر میگم مادربزرگ.com برای که به شما بگم آقا همه شما میتونید یاد بگیرید، نگید اینا مال جوانات از ما گذشته، از هیچ کس نگذشته، از هیچ کس نگذشته. باورم کنید من لازم احتیاج نیست که من اینقدر قسم را این بخورم، خود من شاگرد داشتم 90 سال اومد نتیجهش اومده بود، امریکایی بود چند سال قبل در شیکاگو، براش لپتاپ خریدم برای یاد بگیره و یادم گرفت و رفت گفت میخوام با نوام سر کله بذارم و این بازی کامپیوتر بتونم بکنم. اینم دلیلی که میخواست یاد بگیره. نگین از من گذشته، از هیچ کی نگذشته، همه میتونیم یاد بگیریم. من ثابت کردم توی 25 ساله که دارم درس میخونم همه اگر بخوان میتونن یاد بگیرن. ولی اگه شما پدر مادر هستید که بچه در خونه با کامپیوتر کار میکنه، باید آشنا باشی، بری توی فیسبوکش ببینی چی کار میکنه، با کی حرف میزنه، چه اطلاعاتی در اختیار تمام جهانیان گذاشته، قبل از اینکه دیر بشه. و من تمام تلاشم برای اینه که به همه اینو یاد بدم. دیگه اینو براتون رایگان گذاشتم توی یوتیوب، شما برین اسم منو بتون امروز اصلا نشون میدم، اسم منو تایپ بکنید میاد صفورزاده، میبینید که راجع به رایگان در اختیارتون گذاشتم یاد بگیرید. به خاطری که من رو این خیلی حساسم، بارها گفتم آرزو من بود که من مجبور نبودم هیچ چی بفروشم، همه رایگان در اختیار شما میده، چون این یک سواد روزه، واقعا همه باید بدونیم. و من میدونم که آدم که ندونه چقدر احساس کمبود میکنه اصلا. بنابراین این حرفای منو به گوش بگیرید، اینا رو ممکنه همه بهتون نزنن. قبل از اینکه بخوان یاد بگیره اصولش رو باید یاد بگیرید. بنابراین اگر جوان هستید تو فیسبوک میرید، هر چیز رو تو فیسبوک ننویسید، هر چیز رو نذارید، اگه گذاشتید پرایوت، قسمت خصوصیش بده که ببینن، مثلا دوستان خودتون ببینن، همه نبینن. اگر چت میکنید با هر کی حرف میزنید اون طرف، اصلا شما تو کامپیوتر بدونید که هر کاری میکنید ممکنه که بقیه بدونن. بنابراین محتاط باشید. دیگه این نصیحت های من با ارزش دارم به تو میگم. هیچ مسئله هست میگن ما آنچه شرط نمیدونم بلاغت بود گفتیم تو خواه پنگیر خواه ملال. ما خلاصه وظیفه‌مون رو به عنوان یک معلم انجام میدم و هر چی که میدونم دارم در اختیار شما میذارم که انشاءالله شما استفاده کنه قبل از اینکه تو چاله بیفتید. دونستن کامپیوتر سواد روزه، ندونستنش. پکیج شماره 1، کتاب و دیویدی همراه از صفر تا اینترنت به علاوه دیویدی شاه کلید شماره 2. پکیج شماره 2، محتویات پکیج شماره 1 به علاوه کتاب و دیویدی همراه مایکروسافت ورد، کتاب و دیویدی همراه اکسل و کتاب آموزشی تایپ لاتین. پکیج شماره 3، محتویات پکیج شماره 1 به علاوه پکیج شماره 2 به علاوه دیویدی آموزشی ایبی، چاپ در خانه، ایمیل گویا و فارسی نگار. پکیج شماره 4، محتویات تمامی پکیج شماره 3 به جز کتاب و دیویدی از صفر تا اینترنت، در عوض دو کتاب ویندوز و اینترنت همراه با دیویدی آموزشی آنها. پکیج شماره 5 شامل کتاب و دیویدی مایکروسافت اکسل و دیویدی آموزشی کویک بوکس، مجموعه از صفر تا اینترنت به زبانهای انگلیسی، اسپانیش و عربی نیز موجود می باشد.